بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه ما یک انسان با اخلاق را چگونه می شناسیم؟ عرفاً عادت شده که یک نفری که با زبان خوب صحبت کنه و یا این که به اصطلاح ما و شما با زبان خود نرم و چرم باشه، او رو میگن یک انسان با اخلاقی. بفرماییم و بشینیم و بالاخره در این قضیه ها، این را میگن یک انسان با اخلاق. ولی تنها اخلاق به زبان نیست که ما فقط با زبان خود یک نفر را احترام بکنیم، یک نفر را خوبی بگیم تنها به زبان، و یا این که مشتری به دوکان ما میآید عزتش را بگیریم، احترامش را بگیریم. بسیار با خلق نیکو برادر عزیز و بزرگوار من بفرما بشین، ولی از یک طرف دیگر اگر شیء وزنی را برایش می فروختیم 10 سر را 9 سر را به جای 10 سر بدهیم، یا بالاخره شیئی که 1 افغانی ارزش داشت او را به 5 افغانی بفروشیم، این خلاف اخلاق هست. شاید مشتری هم فکر کنه چقدر دوکاندار با اخلاقی بود، مرا شان به من چای داد، احترام کرد، حرفای نیکی گفت، ولی از یک قضیه دیگر با برادر خود ظلم کرد. پس در این قضیه باید متوجه باشیم که اخلاق اسلامی چگونه هست. در حدیثی که تلاوت شد، رسول معظم اسلام می فرماین این من خیارکم، همانا بهترین شما. بهترین شما کیست؟ ان من خیارکم احسنکم خلقا. بهترین شما کسی است که با اخلاق تر باشد، اخلاق نیکویی داشته باشد. حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماین اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا، کامل ترین مؤمن از روی ایمان کدام مؤمن هست؟ می فرماین احسنهم خلقا، کسی که خلق نیکویی داشته باشد، کسی که با برادر مسلمان خود رویه نیکی داشته باشد.
کسی که در مقابل برادر مسلمان خود صادق باشد، یک انسانی که اگر هر قدر زبانش درست و صحیح باشد امانتدار نباشد، او انسان اخلاق خوبی ندارد. یک انسانی که امانتدار باشد او را میگویند انسان با اخلاق. ای بفرماییم و بشینیم و چای بخوریم و چاشته بستکیم و بالاخر احترام ظاهری که کفار هم دارن. یک کافر هم میبینیم با کافر دیگری میگه که بریم چای بخوریم بشینیم، عزت احترام خیلی لطف انهار دارن. ولی پیامبر میفرماین اکمل المؤمنین ایمانن، کسی که ایمان داره، کسی که به خدا و پیامبر ایمان آورده، او انسان ایمانش زمان کامل میشه، زمانش یک زمانی یک مؤمن واقعی میشه که احسنهم خلقا، اخلاق نیکویی داشته باشه. اخلاق نیکو برای یک شخصی که اگر دوکان داره، این را به این واسطه بیشتر مثال میدهم که بعضی از انسانهای دوکاندار و یا معاملگر خیلی با مشتری خلق نیکو نشان میدن، ولی در یک قضیه دیگر میبینیم که با او چم و فریب و حیله و اینها به کار گرفته میشه. پس چم و فریب و حیله در کنار یک انسان با اخلاق نمی آید. یک انسانی که دروغ بگوید او هیچ وقت او با اخلاق شده نمی تواند. به خاطر چی؟ بزرگان اخلاق را بدون نو بیان می کنند، می فرماین اخلاق بدون نو هست. یک، اخلاق با خداوند. دوم، اخلاق با بندگان خداوند. حالا اخلاق وقتی میگیم با خداوند، با خدا چگونه ما اخلاق نشان بدیم؟ ما فکر کنیم که چقدر ما با پروردگار خود اخلاق کردیم، یعنی نیکویی کردیم، این را باید بدانیم. اخلاق بدون نوع هست. نوع اول اخلاق با خداوند. با خدا چگونه ما اخلاق کردیم؟ اخلاق با خداوند یعنی ترک منکرات. هر انسانی که منکرات را ترک کرد با خداوند اخلاق کرده. اگر انسان دروغ گفت، او انسان نمیتونیم بگیم این انسان با اخلاقیه، ولو که هر قدر زبان به اصطلاح ما و شما نرم و چرم داشته باشه. اگر غیبت کرد، انسانی که غیبت کنه او انسان با اخلاقی نیست، او بد اخلاقه، او با خداوند بد اخلاقی کرده. خدا گفته ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا چی کسی دوست داره گوشت مرده برادر خود را بخوره؟ هیچ کس دوست نداره چنین قضیه. ولی غیبت، کسی که غیبت برادر مسلمان خود را میکنه، مثل اینه که گوشت مرده را هی میخوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. استاد فیصل می فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج، منظور چی است؟ جملات است که ایره استاد تشریح کرده، اگر خواسته باشین میشه برای فیلم چی تشریح کنه؟ ده یکی از نخیر نیه، ده یکی از سی دی هاست که او را تشریح کرده. میشه امرو بانی خیلی ببینیم شد؟ آه چرا نیه، سی دی را چی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفث چی را میگن؟ رفثی است که اینا این مسائل تعلق میگیره به مسائل اخلاقی. یعنی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، رفث چی را میگن؟ استخدام کلمات شهوت آمیز، حتی شوهر که به خانم خود میگه یا خانم بر شوهر میگه، یک انسان کلماتی که دو چیزی از شهوت و ایگپا باشه. ولا فسوق و همچنان کلمات فاسقانه، حرکات فاسقانه، مثلا دروغ، غیبت، مذاق بی جای، گپای بی جای، سخنهای بی جای، اینه نگویه. ولا جداله و مجادله و گفتگو و غال مغال و جنگ و گپا. پس
آمادگی اخلاقی چی است که انسان الفاظ خود کنترل بکنه و اعمال خود کنترل بکنه، و من حیث یک انسان با اخلاق تمام چشم خود کنترل بکنه. یک آجی هست مثلا حج میره، متاسفانه در اتاقی که برش رو تل داده میشه و تلویزیون است، قرار ششتا فیلم اندی سهل میکنه. از نگاه اخلاقی برزی که خوب است که تو در حرم شریف فیلم سهل میکنی. بعضی کساس غیبت میکنن، قال مقال میکنن، تیلگکان میکنن. پس دوم آمادگی چی داشته باشه؟ آمادگی اخلاقی. آمادگی اخلاقی چی است که انسان متوجه الفاظ خود باشه، متوجه حرکات خود باشه، برای کس اذیت نرسانه. میستن جدال چی نمیگن؟ جدال یه است که مثلا کتی یک نفر گفتگوی ده یه اندک گپ قال مقال بکود باونی. یعنی چی است که در حج انسان مسلمان. پس ایشو دوم آمادگی چی شد؟ اخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان و عزیزان، عزیزان من، این وصیت نامه را به خاطر نوشتم که من به سفر بیت الله شریف می روم. من الحمدلله از کسی قرضدار نمی باشم. من وصیت می کنم که اگر در جریان سفر عجلم پورا شده باشد و وفات نمایم، مرا در همان جای دفن کنید که وفات نمودم، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه بود. وقتی در مدینه منوره وفات یافت، او را به زادگاهش نبردند، زیرا این عمل کدام اساس اسلامی ندارد. همچنان وصیت می کنند که مالهایم را که حق ورثه و یتیمان می شود مصارف بی جا نکنید. روز دو و سه و شب جمعگی و چل اساس شرعی ندارند. برای من این کارها را نکنید. از حق ورثه به نام خیرات و زکات، به نام خیرات و اسقاط که حق
یتیمان می شود به کسی ندهید. قبرم را سمنت و گنبد نسازید زیرا مخالف ارشادات نبوی می باشد. اگر کسی مرا دوست دارد کتاب هایم را چاپ کند و بین مسلمانان تقسیم نماید تا صدقه جاری شد. و السلام علیکم و رحمت الله. خاک عبدالظاهر دایی. باشد که با حاجیان بگردیم بگردی خانه رحمان بگردیم رویم به کعبه الله خانه حق بیاد و طاعت قرآن بگردیم بیاد و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه چه خوش باشد طواف کنان به کعبه با دو چشم پر از گریان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگردی خانه رحمان بگردیم رویم به کعبه الله خانه حق بیاد و طاعت قرآن بگردیم بیاد و طاعت قرآن بگردیم. لبی گوییم کنیم حق را ستایش لبی گوییم کنیم حق را ستایش لبی گوییم کنیم حق را ستایش. اخوت داشته با یک جان بگردیم چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم بگردی خانه رحمان بگردیم رویم به کعبه الله خانه حق. خب اصلا تو راست خوب این حال وقتی که آجی پیش از این که احرام بسته کنه مثلا ما سبب خیر انشاءالله اگر حرکت ما شوه دیگه بعد از که احرام بسته شد باز حالت احرام حق نداره که انسان مثلا موی خود کم کنه یا مثلا ریش چیز بروت خود بگیره. دیگه نال پیش از ای که روز حرکت میشه و باز احرام بسته میکنه موی سر خود آدم تیار میکنه دیگه سنت های خود میگیره مثلا بروت های خود کم میکنه و دیگه مثلا اگر دیگه اعضای بدنش هست باید کل بدن خود پاک بکنه باز بعد از او غسل میکنه حرکت میکنه که باز نال در حالت احرام کست دیگه باز کم کردن موی نارواست. از این خاطر ما آمدیم که اینجا موی گپای ما رو به خیر چیز کنیم بک سر ما هم جور شد و بروتای ما به خیر جور کنه. یکی از شرط هایی که حاجی صاحب باید مراد بکنه نمی مسئله نظافت و پاکی هست نی دیگه باید دیره منظر اینی که معلوم میکنم در عربی قصر میگه خب یکی حلق است فکرتان باشه در چیز
یکی حلق است، باز بعد از ختم احرام کس نی، همی از احرام که ختم میشه توسط نمی میشه. این حال مثلا وقتی که میخوای که از احرام خلاص شوی، این حال فکر کن ما مثلا از احرام خلاص شدیم، باز این حال امی در نماز کس نیست، شما نماز میخواین، از نماز با واسه السلام علیکم خلاص میکنین، نه نمازه که گفتی السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، از نماز بیرون میشی، خیر بیرین. اما از احرام چه قسم بیرون میشادم؟ توسط اینمی کم کردن موی یا تراشیدن موی. باز این حال یکی کم کردن موی است که او را چی میگن؟ کل سر موی کم میکنی یا کل موی سر کل میکنی. سه قسم است، خود سه اصطلاح است، یکی حلق است، یکی قصر است، یکی قضا است. این حال میفهمی چی فرق میکنه بین این سه اصطلاح؟ دور محمد خان پیشتر تو سوال کردی نه؟ یکی حلق است. حلق ایره میگه که مکمل سر خود کل بکنه، کتفال ریش مکمل سر خود کل کنه، ایره حلق میگن. یکی قصر میگن کل سر خدا، یعنی کل سر ده کم 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 میگیری، کل مثل کال مثلا من قصر میکنم، از کل موی دیگه تو کم کم مثلا نیم نیم سانتی از کل موی میگیرن. و یکی قضع هست، قاف زی عین، بازوی ایست که مثلا نیم سر کل میکنی نیم سر مویش میمانی. باز در حدیث شریف از قضع منع شده، رسول الله هم گفته که در حدیث شریف که رسول الله هم از قضع از این منع کرده و منع به معنای حرام است، یعنی حرام است که یک نفر نیم سر خود کل کنه و نیم سر خود مویش بانه، یعنی قضع حرام است. و رحم الله المحلقین، باز می خاطر بسیار آیسای با که در حدیث شریف آمده که الله رحم کنه بالای کی؟ کسایی که سر خود بیخی هم تراش میکنن. باز آیسای با اکثر به خاطر این حدیث شریف بعد از ختم احرام سر خود چی میکنن؟ بیخی تراش میکنن به اساس همین حدیث شریف. اگر چی او خو عام است دیگه، عام است، باز در کل وقتا نیست، یعنی هر کسی که سر خود تراش میکنه مکمل ای آمده. و دیگه این قصر است، فهمیدین سه قسم. اینا وقتی کس سرش تراش کنه، آ این حدیث شریف، آه آه همیشه است که کس مثلا سر خود بیخی تراش میکنه و قصر هم است. اینا یا به قصر، اما برای خانم ها کس، باز برای خانم ها هر چیز چیز جازه نیست، همی حلق کل کردن است. آه اونا باز از این بیخ چوتی موی خود به اندازه یک نیم سانتی یا یک سانتی ادم میگیرن، اونم باز رو از احرام مبره برای خانم ها، برای بی بی آجی ها. مثلا بی بی آجی میخواه که از احرام خارج شوه، باز بی بی آجی از این بیخ موی خود یک کمکه به اندازه نیم سانتی یا یک سانتی چی میکنه؟ میگیره اونمو، باز از احرام خارج میشه. او رو قصر میگن، حلق برای بی آجی نیست، برای حاجی حلق و قصر است، برای بی آجی چی است؟ تنها قصر است. قصر به معنای کوتاه کردن است. خب قصر کوتاه کردن، مثلا نماز چهار رکعت دو رکعت میخوام میگه قصر کرد، یا میگه نماز مسافر قصر میکنن، چی معنی؟ یعنی نماز چهار رکعت دو رکعت میخوام قصر میگن، کوتاه کردن. موی هم اصطلاح قصر استعمال میشه، قاف سواتری. الله 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 محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله 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 الله
الله آیت توحید بینا بر در و دیوارها آیت توحید بینا بر در و دیوارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها الله 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 الله